سلام دوستان، روز و شبتون بخیر. به مجموعه ویدیوهای جدید آشپزی شب شمس خوش اومدید. من یک دو ماه دور بودم از اون آشپزی سبک قدیمی که 3-4 ماه پیش میکردم که پشت سرم هر روز آشپزی میومد بیرون به خاطر داستان رژیم که خودتون هم خوب میدونید. الان تقریبا با 92 شروع کردم، الان 83 کیلوم، تقریبا 10 کیلو کم کردم تو دو ماه، ولی قراره که دوباره برگردیم به سبک آشپزی های راحت تر، یعنی اونقدر دیگه درگیر داستان رژیم نخواهیم بود. ولی خب دیگه کیلو کیلو هم پنیر و روغن تو کار نمی کنیم، سعی می کنیم رعایت بکنیم، چون برنامه موج سواری و ساحل و این و اون و اون کماکان به راه تابستون داره میاد. کلا ماه تیر یا جون که میرسه، من چون ماه تولدم هست تابستون، ماه اول حرفه‌ای تابستونم هست، کلا موتیویشن بالا هست، اصلا کلا انگیزه یه جای دیگه است. واسه همین میخوام یک سری ویدیوی جدید آشپزی شروع بکنم که توی بالکن روی گاز آشپزی بکنم و سعی کنم در کمترین میزان ممکن از فر استفاده کنم که دیگه واقعا همتون بتونید با هم همراه باشید که بتونیم تونتون آشپزی های خفن بکنیم، چیزای جدید کشف بکنیم. الان بهتون مواد اولیه رو نشون میدم و میگم که چیا میخوایم و همراهمون باشید. خب بچه‌ها، اینا مواد اولیه‌ای که دارم، اینور جعفری دارم، دو عدد پیاز سفید دارم. من قبلا با پیاز قرمز درست کردم، کامنت گذاشتید خیلی مهم بود که پیاز قرمز اصلا واسه به قولی کباب کوبی خوب نیست، حتما با پیاز سفید باشه. پیاز سفید لازم داریم. دو تا گوجه واسه گوجه کبابی میخوام. همین اینا سبزیجات هم، گوشتم فقط گذاشتم تو فریزر. حواستون باشه گوشت باید سرد باشه و سرد بودنش باعث میشه که اون چربیش به قولی به سیخ به قولی بچسبه. حالا موزیک هست، ما به جای سیخ میخوایم از این استفاده بکنیم. چرا؟ کلا میخوام یه جوری باشه که همتون بتونید درست بکنید، بگیم سیخ هم تو خونه نداریم. من الان این ویدیو که میخوام درست بکنم، حقیقتا میدونید که شهاب شمس غذاهایی که درست میکنه رو خودش هم با شما داره یاد میگیره. در اصل من آشپز نیستم، خوب میدونید، و تست میکنم اتفاقا رو و با تست کردن یاد میگیرم و چیزای جدید کشف میکنم. این جوری هم هستش که آدم چیزای جدید یاد میگیره. میخوام بدون سیخ استفاده بکنم، دارم از این استفاده میکنم. اگه چوبی دارید از چوبی استفاده نکنید، ما الان فقط چوبی داریم و پلاستیکی. اگه آهنی دارید بهترین حالتش رو کفگیر آهنی استفاده کنید، چیزی که تو خونه هر کسی هست. ما سیخ داریم ولی من نمیخوام سیخ استفاده کنم. به چوب فکر میکنم گوشت بچسبه ولی به این نچسبه، چون این قرار نیست رو گاز بره، قرار رو این طرح بزنم و سعی کنم درش بیارم بعد بذارم روی به قولی منقل، منقل روی گاز ببینم چجوری میپزه. امیدوارم موقعی که گوشت رو میزنم روی این ته بعد بتونم درش بفکرم باید چربش کنم، ببینیم چی میشه. کشف میکنیم، یاد میگیریم با هم دیگه. اول از همه باید سیکه بریم سراغ رندریز و پیازا. پوست پیازا رو بگیریم. بچه ها قبلا بهتون یاد دادم برای گرفتن پوست پیاز ها، برای اینکه بخواین رنده بکنید، این یه ورشو بذارید بمونه، این سرشو بزنید، این سرشو بذارید بمونه، سر پشمالوشو، پشمالوشو بگیریم و اینجا رو یه دور کوچولو برید که لایه اول بتونید ازش بگیرید ولی تا ته نرید، و یه دونم اینو برید. الان بادش میکنیم. دلیلش هم قبلا بهتون گفتم، به خاطر اینکه رنده کردنش آسون تر میشه و پیاز از هم نمیپاچه. پوست لیزش هم میگیرم ازش بعد. میزان اوکیه. بریم برای امر مهم رنده. رنده درشت داریم، رنده ریز داریم. با رنده ریز میریم جلو، چون آخرش باید آب پیاز رو بگیریم برای کباب کوبیده. بچه توجه بکنید، من پیاز رو تا ته رفتم، تا ته، یعنی تا قطره آخرش رفتم، دیگه داره میرسه به اون قسمت زردش، بدون اینکه از هم وا بره، بدون اینکه اصلا بتره، که هیچی پیاز هدر نمیره. خیلی این نگه داشتن تهش برای رنده کردن مهمه. بریم که آب این رفیقامون رو بگیریم. اول بذارم این بخوره آبی که هست بره. میتونید از پارچه استفاده بکنید، بذاریش تو پارچه قشنگ بچلونینش. میتونید هم مثل من که الان اینجا استفاده میکنم، برای دیگه کثیف کاری زیاد نشه، همین آرمانو فشار، چون میخوام میگم برنامه به سیخ نیست، حتی نچسبیدن، یعنی نچسبیدن به سیخ یه اتفاق خوبه الان، چون میخوام از سیخ جداش کنیم قبل اینکه بفرستیمش روی گاز. چون بچه‌ها مسلماً برای درست کردن یک کوبیده، یه خیلی کوبیده،
دیدید که میگن اینقدر از 40% قلهگاه گوسفند و اونجا گاه نمیدونم گاو اینا رو قاطی بکنید، من هیچ وقت واسه درست کردن کوبیده گوشت‌های مختلف تست نکردم، مسلماً بهتر خواهد شد. من سبکی که غذا رو درست میکنم، سبکی که میدونم که خیلیاتون هم حوصله ندارید پاشید برید مثلا قصابی بگید 40 گرم چه نه انقدر قلهگاه گوسفند بده اینا، البته که تازه فهمیدم برید مغازه ترکا تو آلمان بهشون بگی که اونا که گوشت قصابی دارن بگی که واسه آدنا کباب بهم بده براش براتون میکسش میکنم، خب خیلی گرونتر حساب میکنم. من همیشه با گوشت قرمز معمولی عالی استفاده میکنم. دقتم بکنید روی عکسش کل همه جای گاوو داره توش، یه گوشت چرخ شده ای که همه چی توش هست، ولی حالت رژیمی قبلا با اون گوشتی که 40% کمتر چربی داره و کالریش نصف اینه استفاده میکنم، ولی امروز چون میخوام چربی لازم داره کارمون قراره که از همین استفاده کنیم. گوشت رو باز کنیم ببینم اثر بچه این نیم کیلو گوشته، 500 گرم گوشته و دو تا پیاز کوچولو، یعنی حالا کوچولو و میشه گفت متوسط بودن، نمک یه خورده سنگ نمک دارم بهش اضافه میکنم، خوبش است. بریم سراغ مهمترین قسمت کار. امیدوارم این کاری که الان میخوایم بکنیم سیخ زدن کل داستان امروزه. اگه این کار که الان میخوام بکنم جواب بده یعنی موفق بودیم. میخوام که لیستکمو یه خورده چربش بکنم، تخترم میخوام یه خورده چربش بکنم که اگه بشه نچسبن دم و دستگاه به هم دیگه، این خیلی مهمه برام. خیلی نه، یه خورده فقط. تختم چربش میکنم که چون میخوام سیخ کنم بعد بیارم این رو، به قولی به تختم دیگه نچسبم. عالی. خب دست آب پیازی میکنیم، بهش به این حرکت میگن یه شونه یه شونه برمیداریم از این کوبیده که میخوایم عشان اول یه ذره بهش جون بدید. من این گوشت رو بزنم این بغل که دستم خالی باشه. شنگ حرکت رو بزنید، چون که گرفت از بغل میریم تو. واقعا هیچ ایده ای ندارم چه اتفاقی میخواد بیفته. قسمت این جلو این چی میشه. اول چیزی که راجع به کوبیده هست، این داستان چقدر من توی اینستاگرام پستش کردم بهم خندیدن که گفتم دست باید نایکی بگیری، خیلی مهمه. هر جا احساس کردید دستتون داره به گوشت میچسبه سریع دستتون آب پیازی بکنید، دست و نایکی نگه دارید. بعد حالا میخوام سعی کنم اینا میتونم کاری کنم که در بیاد. اینجا خیلی مهمه، کل ویدیوی امروز به این قسمت بستگی داره که این کوبیده های شکلی دراد. تاش که رسیدیم یه بار دیگه ببینید اینجا سری میکشمش بیرون، بعد سری هم از هم بازش میکنم، سری اون حالت فنری رو نگه داره به خودش که ته روش بمونه. عالی. این از این دوستمون. بچه اونقدر روغن کاری نمیکنم، به قدری روغن میزنم که به قولی فقط یه خوره کفش چرب شده باشه. دمام که به یه میزان منطقی رفت بالا، بریم که کوبیده های خوشگلمونو بچینیم توی مایتابه. خب بچه ها فکر میکنم دیگه میشه چرخوندشون. رفتی تمام آبدار
مشکلایی که جا افتادن رو سریع جایگذاری میکنم. در این میون که دیگه داره کویدار تموم میشه، دو تا دونه گوجه خوشگل هم اینجا دارم که خیلی قشنگ من وسط پاچ میکنم و میشه میذارم جا بیفته. خب کبابا حاضرن تا گوجه ها دارن جا میفتن، بیاییم این برای یه پیاز جعفری خوشگل هم را بندازیم. این از پیازام جعفری برای پیاز جعفری یه خورده سماق بزنم و یه همه ریز. خب رفقا بریم که ساندویچ رو ببندیمش. پیاز جعفری میاد. بر روی ماست هم یه خورده سماق میزنم روی همه چی دملم. اوف بریم برای تست. چاتون قالی یه لقمش کردم چی شده؟ عالیه. بچه هم مسلمن المان دودی منقل رو نخواهید داشت، مسلمن متفاوته. میبینید شکل و شمایلش هم قشنگ معلومه تو مایتای درست شده، ولی کیفی که با ترکیباتی که بغلش، یعنی کیفی که این روش داره بهتون میده با پیاز جعفری و سماق و گوجه کبابی و یه خور ماسکوش و به قولی نون روغنی، نونی که از خود گوشت روغن گرفته، این یعنی قشنگ وایب کاملا خود کبابه. دوستان هوای آلمانه، دو دقیقه گذشت از اون ویدیو که خواستم داشتم میگرفتم و خدا روش غذا رو خوردیم. بچه ها آسمان سولاخ شد، حالا نگاه کنید. ولی خب برای این دوستان عالی هم دیگه. خیلی کامنتاتون توی آشپزی مهمه، مخصوصا توی مجموعه که شروع میکنم، به خاطر اینکه میخوام خیلی مثل همیشه به قول آلمانی میگن آستاش میشه با هم مبادله داشته باشیم اطلاعات که چیزای جدیدی یاد بگیریم. حتما حتما نباید سیخ بذارید. اینو تو الان توی این ویدیو متوجه شدم، چون میره تو مایتابه در هر صورت از اون فرمش در میاد تقریبا، یعنی میتونید بدون مشکل همینجوری حالت دراز و سیخیش بکنید بعد بندازش رو مایتابه، ولی خب وایب کوبیده رو داد قشنگ کاملا. دوستتون دارم، لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب بکنید و اگرم دوست داشتید میتونید ما رو مستقیم حمایت بکنید، لینکش توی دیسکریپشنه و یا بغل کامنت ها یه دونه قلبه که توشیدون دلاره. دوستتون دارم، تا ویدیوی بعدی خدا بس.